کلیسا کلیس جنگلی شانی قرار داره کلی بیره با دوش برست بودی که بیره زد نام بود بلا مورد مورد یک کپی از چیز ما ندادن و با سرزی برای ما ندادن یا چه که ما غم از دیگه فعلا که برای سال برای سال هم سال قدیم هست فعلا کار دهش لوان هست اون که بالای سال سخو زیارت هست بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خداوند یکتا و بخشاینده دوستان نازنینم سلام امیدوار هستیم سلامت و صحتمند و آرام باشین هر کجایی که هستین زیارت 14 معصوم هست میشه کوچه خرابات سرای خرابات نهی اول راست گفتی یا مزاق کردی نهی اول خواه اشتکایتان هم بسیار معلوماتش بالا هست آفرین دوستان من داخل رفتم دیدم جای جالبی بود من اولین بار است که آمدم ولی میگن که در زمانش بسیار جای مقبولی بوده تایی که یک اتفاقی نفتیده و هیچه خراب نشده فکر کنم 3 سال پیش گفت با ما باشین بین چقدر درازه قدیمی درازه رو بگیر که باید چی میشه داخل ببینیم جالب است نه عزیزه بسیار جالب معلوم میشه داخل که بریم از این کدام جالب تر است سلام علیکم و علیکم خوب هستین خوب سلامت سلامت باشین یک چند دقیقه مزاحم وقتتان میشیم خیر است چرا بیت اول خودتان معرفی بکنید اینجا چی وظیفه دارین من اینجا صاحب متولی زیارت 14 معصوم پاک هستم متولی هم زیارت هستم ما 36 سال میشه که مدام زیارت هفتیدیم از طرف نیکم یه خدمت میکنم 36 سال میشه؟ 36 سال میشه شما خب عمرتان زیادتر هستم بله آسایب 35 ساله بچه هستم یعنی 36 سال میشه که مدام زیارت هفتیده گیستم از من مادر کلانم پدر کلانم یا کلش دمی زیارت بودن از اونا که من عواسایشان هستم حالا فعلا به جای از واق جای نشینشان هستم بسیار خوب باید معلوماتتان راجع به زیارت بسیار زیاد باشن بله صاحب چرا نه زیارت کس زیارت 14 معصوم میگه چطور نامشه 14 معصوم موندن اصلا صاحب 14 معصوم پاک در حضور خدا خاندان امام هاست که 12 امام هست بی بی فاطمه زهرا بی بی زینب در حضور خدا اصلا 14 معصوم پاک اینی هستن و اینی ها که هستن اولادای نواسه و کواسه از اونمو خاندان رسول خداست اینیا که از 4 معصوم هستند 4 معصوم هستند 4 معصوم است که دو تا از اولادای امام محمد باقل است و دو تا دیگه از که هستند که یک دخترک است و یک برادرشان اولادای امام موسی کاظم است یک برادر از یاد امام رضای غریب فعلا در شهر ایران می باشد از یا سجرهشان اسنادشان پیش خودم هست فعلا هم نگاه دارم و نگاهوانی کرده میشتا امروز اولادش یا که از اولاده هایش هست اولادای امام محمد باقل که به اصطلاح نواسای امام حسن امام حسین سایت میشه از موسای کاظم اولادایشان میشه یعنی از خاندان 12 امام اولادایشان هست بسیار عالی میشه که داخل بریم بریم چرا نمیره بریم اینجا یک قسم خراب شده به نظر میرسن خراب شده به خاطر از این که صاحب اینمی زیزم برقی که شارتی کده یعنی لینا را که شما میبینین اونمو لینا کیبلا بوده که در داخل زیارت برقش بوده اونمو شارتی کده به توسط شارتی از اینمی این ما هر سال این چیز میکدم ورنسکاری میکدم صفایی میکدم همین ماهای دای عاشورا که میشد وظیفه ما بود که باید ما این پاک ستره کنم به خاطر از این که از 4 دانگ افغانستان اینجا مخلوق به خاطر زیارت ما میامدن مراسم های دینی از یا که از دای عاشورا میباشه چرا که یاد
مردان تشیع هستند. باز ما ایره به مو خاطر در مای دایماره یک ماه پیشتر ما ایره پاکاری میکردم، صفا میکردم که مردم دوینش کدام گپ نزنه. به شرطی برق به بسار یک جزی اینمو تو نصف شو در گرفته تا که ما خبر شدیم اینه به مو تر یک حالت رسیده. چقدر وقت میشه؟ تقریبا در گرفتن از یک 3 سال میشه. 3 سال از در گرفتن از این میشه. این فعلا مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ است که هم وزیر داره هم رئیس داره. تال فعلا کس توجه از این تال دمی 3 سال نشده. نصف شب یک دفعه در گرفت؟ نصف شب در گرفت. کس خبر نشده بوده؟ هیچ کس خبر نشده تا این همسایه بالای کو که بالای سرش بوده که باز اینیا به ما خبر دادن که الک زیارت دود کرده رئیس. وقتی که ما دروازه رو باز کردم دیدیم که درون از یک تک آتش شده بود. این سقف داشته؟ سرش چطش کلشیده دفتر آقای خان صاحب بیاره جور کرده بود. این در جنگای سابق مجاهدین که آمد شما میبینین اینیا کلش مرمی هاییست که در جنگا خورده. این از زمان؟ از زمان مجاهدین، جنگای مجاهدین اینه شما میبینه این همی ها کلش داغای مرمی است که در جنگای مرمی میامد توپ توپ خانه میامد میخورد. این لنگرخانه ما زخمی و تکه و تکه شده بود. بازیر دفتر آقای خان آمد این همی را ترمیم کردن برای ما جور کردن. تقریبا 5 سال 4 سال در اینجا کار کردن زحمت کشیدن و در اینه طور یک حادثه که این همی حالا فعلا شما خودتان دیدی که برقی آمده میگه این برق شقتکو این همی برق اینه برای ما اینقدر ضرر رسانده که 2 لک چقدر پول و پیسه را آقای خان در اینجا مصرف کرده بود. دلار کلش دلار مصرف کرده. 5 سال زحمت کشیدن اینه بخاطر این همی پایه برقی را آورده پیشوری آشدارای زیارت ماندن. ایده اون خانه بود از اونجا در اینجا انتقالش دادن. این همی کلان نقصانه برای ما این همی پایه برق کده که زیارت ما را برای آتش کشانده. در غیر دودگی این که کسی تو کده نمیتونه حتما اینجا یک دروازه کلان داشت. این دروازه اینجا نداشت دیگه در داخل از این دروازه کلان داخل از این داشت که از این دروازه یکی در شای اونیا که حضرت سخی شعر خدا دمدار سخی از این دروازه یک دانه بود. شما میبینید که تو بسیار یک نقش نگار داره همه دروازه بسیار قدیمی مقبول در از بسیار زمان سابق تقریبا از این دروازه 1000 سال میشه. از این دروازه تقریبا 1000 سال میشه. شما ببینید که کلش یک نقشه بسیار خوب زیبا داشته. اینه در اینه تو یک حالته که اینه بی چیز برای ما حیفش واقعا مقبول بوده. فهمیدم باشه که چقدر مقبول بوده. این قسمتش یک کم کم رنگش مانده. اینه اینجا شینه داره اینه اینجای شینه که چیز نکرده خوده اینه از فقط اینه به قسمت نصف کنه تا این قسمت هایی که میبینین اینه ما یک نقش نگار داشته این دروازه. هر کس که در زیارت میامد اول یک ساعت همی در دروازه زیر سعی میکرد دیگه دیگه اینه در اینه ما قدر مدت که حالی فعلا در میتر یک حالت هست. از ما هیچ کس تا حال توجه نکده که همی را پرسان کنه. هرچی برادرهای چیز نه مردم های تشیع نه مردم های قنداری هست. قندار آمدن که ما این جور میکنیم. برای ما وزارت اطلاعات فرهنگ گفته که این را کس دست نزنه. چرا ما مسئولیت در وزارت خود دارم که برای ما گفته که این را کس دست نزنه این تغییرات نده. یکی از آثارهای قدیم افغانستان ماست. 14 سال هم اسناد برالا در پیش خود دارم که از کدام خاندان هستن یا از کجا هستن که در اون زمان این همی جایی آوردنشان یا در جنگ های یا شهادت رسیدن. و اونی جوان دستوی سجره برشتان اسنادشان را جور کردیم که هر کس مه آجت پرسان کردنش نیست بطان اینه بشناشن که اینیا از اولادایی کی هستن از خاندان کی هستن. دمی آتش سوزی دمی آتش سوزی ما به قلم بساری را جور کرده بودیم. دات سوزی اگر که این رنگ خود تغییر داده اینیا صاحب این سند سجره از جاست و فعلا سجره از جان پیش ما در خانه هست. ما بر هر کس رو نمیمانم هم که پیش هر کس باز هیجه صاحب یک قرآن عظیمی شام در وقت حضرت عثمان صاحب غنی 23 کیلو یک قرآن عظیمی شام در زیارت بود که با قلم حضرت عثمان صاحب غنی تهیه شده بود. در اینمی زیارت که در این خاندان هیجه بود زمانی که مجاهدین آمد یک مدد بادش اینمی قرآن هیجه کافی کردن یک دو تا کامرک از خود آورده بودن بازی قرآن روز جمعه کافی کردن. روز یک شنبه قرآن از اینجا سرقت کردن بردن تا امروز دیگه در افغانستان قرآن نیست. 23 کیلو وزنش بود هر سا
سپارش پوست او بود، مستقیمه ورداشتی یک پا وزن از او بود. خود وزن قرآن ما 23 کیلو بود. اونم او را از اینجا بردن، دیگه چیز دیگه زیارت نمانده، یک این خودش که این هم اینه بات سوزی نزیدی برق اینه شارتی برق اینه در دادن، اینه دال زمین مدت 3 سال میشه که کس دال توجه برای ما نکرده. همین که مزار کدام از این 4 معصوم هست؟ اینم شما میبینین که این یک قبرستانشان، اینی دو، اینی سه، اونو دخترکشان هست 4 تا. 4 تا معصوم هست که اینه دینه میجا. خود از اینی جره که میدیدین صاحب در زمان مادر کلان ما که کاکا میگفتن سید امیر آقا پدر کلان ما بود، در اون زمان بر ما تاریخ قصه کده بود که یک بردان بود، یک عرد بود. عرد میفهمین که عرد بردان، بردان میگن، معارت میگن، شما چی میگن؟ یک چاوار کلان جای بود، با زمین ماسومکا کلش تیرکوردگی در مابین این عرد انداختگی بودن در اون زمان سابقه. ای از نیکاب اما همه تو چیزای از جانش مانده کم تام دیگر این اینجا باز این امیره باز در یک وقت یک کس این امی خود مرقب و زیارت از ایران در اون زمان یک زن قنداری جور کرده بود، یک زن قنداری جور کرده بود با در جنگا که یه تخریب پیدا کرد با زیر دفتر آقای خان آمد اینجا جورش کرد. این حال باز از جور کردن از امو این یک مدت 3 سال میشه که این در ایت یک حالت افتیده تا حال کس توجه زیارت ما نشده. اما تا مر همه که گفتن که تو کسره نمون که اینجا تغییرات ها بیارن. دیگه این حال ما متوجه هستیم که شما می نمیره به برادرهای دیگه ما برسانین به گوششان که هرچی زودتر در افغانستان اگر ما براتان بگویم ما همشیره که دیگه یا ولیس نازولای خدا هستن، اولادای خاندان رسول خدا هستن یا زوراور هم هستن. هرچی که ما بر دفتر همی اشرف غنی هم زیاد فرض کردیم که همی زیارت ما جور شد اینی وطن ما به حالت نمی باشه. چرا در زمان جنگا مرکز اسلامی افغانستان اینمی ها بودن در اون زمان؟ چرا اینمی دامنه شده سوال اینه که میبینین از اصحابای کرام خاندان اولیا ولیای خدا اولادای زیل آبودین بیمار از امیر حمزه ساید فعلا در سر گردنه شده دفن هستن. اینی ها که هستن اون از اونمو خاندان رسول خدا هستن در زمان جنگا که آمده بودن یک لک نفر بودن که میگفتن جنگلک جنگلک خونه. میفهمین که جنگلک به معنای چی؟ جنگلک به معنای از این که رسول خدا کرده یک نفر از اصحابای خود در این مملکت آمده بودن که وقتی به نام جنگل بود. در این زمان باز این ها بودایا که میگفتن ما مسلمان شدیم کلمه را که میخواندن باز خاندان رسول خدا به کلمه شان عقیده میکرد. باز یار شو چی میکردن؟ میگفت شما خو شدید که زلو نام خو هستی ما پیرو گزمه میکنیم. باز این ها را به خو به شهادت میرساندن. راجع به اینا بر ما بگه نیبر چی هست؟ اینی را یکان همشیرگکای ما که دین داد میداشته باشن کده خداوند یکان دین داد که میداشته باشن اولاد طلب میکنن دگه طلب میکنن همه چیز در دست خداوند است. خداوند میکنه همه کار واسطه شان اینمی دوستای خدا را میشه که ما گناهگار باشیم و اینمی دوستای خداست اولادای خاندان خداستن اینمی ها را پیش خدا شفی میارن رویدار میکنن به واسطه از اینمی ها. هر کسی که مشکل داشته در 36 سال در زیارت ما آمده به مشکل خود رسیده حل شده مشکلش آن حل شده. هر کسی که یک مشکل چیز داشته در ایجا در 36 سال که ما دیدیم همون مشکلش خداوند برش رسانده حل کرده به واسطه زینم یا خودتان که 36 سال از زمین جستین این را تجربه کردین؟ بله صاحب، ما تقریبا 36 سال 38 سال از عروسی ما میشه. ما بچه مجرد ریزه بچه بودیم که ما از خاندان برتان پیشتر عرض کردم. بله. من عواسه سید امیر آغاستم عزت جاب نیسار صاحب فعلا در دست شوهر خاله ما است، جانباز بلاگردان در دست مامای ما است. ما از نیکد اینمی زیارت های خاندان رسول خدا افتیدگی استیم. ما خودم تقریبا 38 سال از عروسی میشه، ما تقریبا 30 سال یا 25 سال به اولاد بودیم. در طول 25 سال به اولادی
خداوند برای من اینمی یک واسطه وسیله کرد، پیش اینمی دوستای خدا نالش کردم، زار نالگی کردم، مرا خدا صاحب یک دختره کرد. باز از اون چهار تا طفل دارم که بچه کلانم نیسته که اینمی بینینش، اینمی بچگت کلانم است، اینمی بچگت کلانم است که از اینکه یک دخترک دادیم که دخترک من خدا و دوستای خدا خواست. او دخترک من 12 ساله شده بود، ایجا جمع جارو میکرد، ایجا در روزای مجلسای ختمای قرآن خدمت مردم هم میکرد و ای دوستای خدا در خوابش آمد در عبده رمضان 5 سال پیشتر، در عبده رمضان در ساعت 5 بجه دیگر در رمضان زیر موتر شد در مابین شوربازار. تمام مردم منطقه خبر داره که بسیار یک دخترک نازول من که در اینجا خدمتگار مردم بود و از زیارت بود، او به شهادت رسید و به خوشان همی دوستای خدا آمده بود که بچه ام تو سنما بیا مرا در زندگی خود گفت که پدر مرا یا خواسته. این از اینجا 5 بجه دیگر بود، از پیش من هم زیر موتر شد، من موتروان ها بلا کردم، هیچ چیزی برشان نگفتم تا این امروز دیگه این دینمی زیارت کرد، اینمی دوستای خدا اگر در گرفته اگر سوخته اگر هرچی هست من از نیکم ایجا فیده جیستم. خدا کنه که مام کدال اولادم هم متشتم دمیرا مام خوش هستم. زنده باشین، سلامت باشین، زنده باشین شما مادر جان، بخیر باشین. دوستان ناظرین، از شما عزیزان بسیار زیاد تشکر که ما بودیم با ما بودین. این بود از برنامه امروز ما با تصاویری که از این زیارت از 4 طرف از 4 اطراف از این از گوشه های زیارت بر شما خواهد داشتیم. یک جو باشین تا روز بعد و دیدار بعد. خداوند یار و نگهدار همتان.